توی این ویدیو من میخوام اساس الگوی شلوار رو آموزش بدم. اندازه‌گیری شلوار، اساس الگوی شلوار و توضیحات دقیق بدم که ما از همین الگو استفاده میکنیم برای برش و یا حتی همین الگو طراحی همه مدل شلوار ها. این اساس الگوی شلوار رو باید بلد باشیم. ببینین اساس الگوی شلوار به این شکل هستش که ما به چند تا اندازه احتیاج داریم. دور کمرمون رو که تقسیم بر 4 میکنیم، دور باسنمون رو تقسیم بر 4 میکنیم و یه دونه قد از کمر میخوایم تا روی زمین و یه دونه قد میخوایم از کمر تا زانو. ما احتیاج داریم به این 4 تا اندازه برای کشیدن اساس الگوی شلوار. ببینین قد تا کمر رو ما میکشیم، یه طوله یه مستطیل میکشیم این 95 قد شلوارمون. این مستطیلمون عرضش اینجا باید چی باشه؟ 1/4 دور باسنمون که اینجا شده 25. ببینید این 1/4 دور باسن، این مستطیل رو ما اینجا میکشیم برای پس اینجا شد 1/4 دور باسن و اینم شد قد شلوار، قد کامل شلوار. توی این شلوارهای راست اول حتی این قد تا زانو را ما احتیاج نداریم، همین 3 تا اندازه برای ما کافیه. ما چند تا اندازه دیگر هم به صورت سایزی داریم. یکی اندازه فاق هست که از اینجا اندازه میگیریم تا اینجا، این هستش برای آدم های کوتاه قد 25، برای متوسط ها 26، برای که بلندتر ها 27. البته این باز دوباره بستگی می داره که شما شلوار رو فاق بلند بخواین یا فاق کوتاه. اگه فاق کوتاه بخواین 2 سانت از این اندازه ها کم میکنین و اگه فاق بلند بخواین 2 سانت به این اندازه ها اضافه میکنین و اگه معمولی بخواین با این اندازه. ما الان فرض بکنیم یه فرد متوسطه و یه شلوار معمولی میخواد، اینجا رو میگیریم 26، از اینجا تا اینجا میشه 26 فاقش. بعد برای بیرون اومدن فاق هم اینجا بازم به همین شکل هستش که از 4, 5 تا 6 برای آدم لاغر، متوسط و چاق میذاریم. ما الان اینو میتونیم بذاریم 5 سانت. البته 3, 4, 5 هم باشه خوبه، برای متوسط میتونیم بذاریم 4. این فاق جلو کوچیک باشه قشنگ تره، شلوار قسمت فاقش چین کمتری میخوره. هر چقدر که اینجا اومدیم، حالا 4 یا 5، اینجا هم همینقدر میریم و یه دونه هلال قشنگی میکشیم که این عمق هلالمون 2 سانت باشه، اینجا 2 سانت باشه فقط. از اینجا تو خط کمر فقط 1 سانت میایم پایین و این 1 سانت رو به اینجا وصل میکنیم به این خط کنار و این نقطه را به این نقطه ما وصل میکنیم. الان در واقع جایی رو که ما باید برش بزنیم این خط که خودشونم تغییری نکردن، این خط هم که شد این و اینم خط فاق، 1 سانتی متر هم از این برین تو و این خط فاق. الان ما باید خطای قرمز رو قیچی کنیم، یعنی الگومون این خطای قرمز الگوی جلوی شلوار ما. حالا موقع دوخت این فاصله
که یک چهارم باسن بود، خب برای کمر گشاده دیگه. اینجا رو ما میتونیم یک چهارم دور کمر رو اضافهش هرچی هست یا ساسون بگیریم یا به صورت دو تا پیله کوچیک در بیاریم، یا اینکه اگر هیچی نمیخوایم همش و هرچقدر اضافه داره از اینجا به نقطه 20 سانت پایین تر کم بکنیم. اون موقع نه ساسون میخوره نه پیله میخوره. این توضیحات رو فراموش نکنین. پس اینجا که یک چهارم دور باسن بود، ما یک چهارم دور کمر رو از این نقطه تا هر چقدر که هست علامت میزنیم، میبینیم مثلا 5 سانت اضافه است. ببینیم فاصله 19 تا چی 25، 6 سانت اضافه است. این 6 سانت رو یا دو تا پیله کوچولو میگیریم یا ساسون میگیریم یا همش رو از اینجا در میاریم. میشم نصفش رو اینجا در ورد، نصفش رو ساسون گرفت. به هر حال باید کمر رو ما بکنیم به اندازه کمر با روش های مختلف. برای بیجامه و شلواره کشی که کلن اینو همینجوری میذارم و کش دوخته میشه. حالا پشت همین الگو رو باز دوباره به همون شکل با اون مستطیل، دوباره یه دونه مستطیل به همون اندازه های یک چهارم دور باسن و قد کامل میکشیم. چند تا تفاوت با این جلو داره، فاقا همون مقداری که علامت زدیم علامت بذاریم. از اینجا به بعد یه چند تا تفاوت داره. یه تفاوتش این فاقه که این جلو 3-4 سانت تا 5 سانت هستش، اینجا از 8 تا 12، مثلا یه آدم متوسط 10 میشه که این ورم 10 میذاریم که این دوتا به همدیگه اینجوری هلال میشه. تا اینجاش مثل جلوه، اینم باز به اینجا وصل میشه مثل جلوه، فرق نداره و این قسمت با اینجا متفاوت. این اومدیم پایین ولی از برای پشت میریم بالا 3 سانت. 3 سانت هم میریم تو، یعنی اینجا میشه هم 3 سانت میره بالا هم 3 سانت تو تر که این رو به اینجا وصل میکنیم و این به اینجا وصل میشه. این پشتم همین هستش. باز دوباره روی کمر پشتم ما همین کار رو بکنیم. این تفاوتی که اینجا ما داریم از اینجا اندازه میگیریم، کمرمون باید بشه 19. 3 سانتش اینجا کم شده، یه 3 سانت ما داریم. این 3 سانت ما میتونیم اینجا ساسون بگیریم یا مثل اینجا از این کنار ردش کنیم تا نقطه 20 سانت. اینجا 20 باید باشه. تا نقطه 20 سانت ردش بکنیم. معمولا برای پشت ساسون گرفتن بهتر از رد کردن اینجاست. یه ساسون بگیرین که توی باسن قشنگ وایسته. و اگر این شلوار به صورت بیجامه یا شلوار کمرکش بود، هیچ کدوم از این کارا رو انجام نمیدیم. میذاریم این بالا گشاد باشه، با کش و کمر کشی جمع بشه. ببینید. این اساس الگوی شلوار هست. در واقع این الگوی همون شلوار راستم گفته میشه بشه. ما روی همین الگو تمام مدلای دیگر رو پیاده میکنیم. من به ترتیب پست ها رو خواهم براتون گذاشت. خب این جلو رو اگه تصمیم گرفتین که ساسون بگیرین، درست این وسط رو با قد 15 سانت یه ساسون میگیرین که عمقش باشه به همون اندازه که ما اینجا اضافه داشتیم. قدش هم 15 سانت خوبه. و پس میتونیم پشت و ساسون بگیریم همطور که گفتم،
با قد 15 سانت، ولی جلو رو ساسون رو نگیریم، اینجوری در نیاریم، از اینجا در بیاریم که ساسونمون جلو اصلا نه ساسون میخوره نه پیله، و ولی پشت فقط ساسون میخوره. اینطوری نیست که حتما مجبور باشین چون جلو رو ساسون بدین پشتم ساسون بدین، یا اینکه اگر که اینو ساسون نمیده اینم ندین، پشت بهتره که ساسون بخوره تو باسن قشنگتر وای میسته، ولی جلو رو بهتره که از اینجا رد کنین که هیچ نه ساسون بخوره نه پیله. ولی اگر پیله دار مد شد و خواستین پیله دار ببرین بدوزین، اینجا رو دست نمیزنین و این اضافه اینجا هر چقدر هست اضافه تر از باسن هست، این رو به صورت پیله در میارین.